سیستم آموزش پرورشی بانتو در واقع آفریقای جنوبی رو به دو نوع ملت تقسیم کرد. یک ملتی که سفید بودن و میتونستن با همه رشته های اقتصادی، رشته های فنی آموزش پرورش داشته باشن و اکثریت سیاه حق نداشتن به رشته های مثل مهندسی، پزشکی و رشته های تقریبا پیچیده حق تحصیل نداشتن. در واقع سیستم آپارتاید از یک سیستم نژادی به یک سیستم آموزشی تبدیل شد. اتفاقاتی که در قرن بیستم تو آفریقای جنوبی اتفاق افتاد در این زمینه آموزش و پرورش یک تشابه‌های خیلی زیادی داره با تجربه فعلی جامعه بهائی تو ایران، به این مفهوم که هر دوی این فعالیت‌ها در آفریقای جنوبی علیه جمعیت سیاه و در ایران بر علیه اقلیت جامعه بهائی، هر دوی اینها از طرف دولت و از طرف سیستم معرفی شده بود. اینها با تصادف تاریخ نبود، اینها هر دو سیستمایی بود که یک متخصصین سیاسی و اونهایی که مسئول کار بودن این رو عمدن و به صورت سیستماتیک اجرا میکنن. هدف مشخصی دارن. در آفریقای جنوبی دکتر فروود که آرکیتکت آپارتاید بود، هدفش این بود که جامعه سیاه رو در بلند مدت به بردگی اقتصادی نگرد. هدف مسئولین امور در ایران هم دقیقا همینه و واقعا این هم نوشتن که باید از رفاه اجتماعی و از ترقی اقتصادی جامعه بهائی به صورت عمدی پیشگیری کرد. بنابراین تشابهشون خیلی زیاده. تشابه دیگه اینه که همونطور که تو آفریقای جنوبی سیستم آموزشی بانتو نه تنها صدمه به اکثریت سیاه زد، بلکه الان مشخصه که حتی سفیدها هم که به حساب خودشون میخواستن از اون بهره برداری کنن، اونها هم صدمه دیدند. بنابراین جامعه به صورت کلی در آفریقای جنوبی صدمه دید. تو ایران هم اگرچه تفاوت مهمش اینه که تو ایران جامعه بهائی اکثریت نیست، ولیکن عملی که دولت انجام میده به کلیه اجتماع ضرر منفی میزنه، نه تنها از نظر اقتصادی بلکه از نظر سیاسی و از نظر اجتماعی. اونهایی هم که فکر میکنن برنده هستند از نظر سیاسی، مثل سفیدهایی که فکر کردن برنده خواهند بود، وقتی که بیدار بشن از این خواب غفلتی که توش هستن و از این رویای سیاسی که دارن که میتونن جمعیت رو در بلند مدت تحت سلطه قرار بدن، وقتی از این خواب بیدار بشن متوجه میشن که خودشون، بچه هاشون و جامعه اکثریت ایران هم صدمه هایی دیده از جانب این سیاست که میخواد یک جامعه رو از طریق سیاسی و از طریق آموزش پرورشی تحت سلطه بگیره.